از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال کنید. بله، 1,140,000 نفر شکل. آقا چی میشه اشاره خام بازی فردا؟ میبرن بچه ها. راحت میبرن با اختلاف دو گل میبرن با اختلاف یک گل. من فکر کنم به اختلاف دو سه گل ببرن. 76% نزدیک 795,000 نفر گفته ایران با اختلاف دو گل میبره، 21% گفتن با اختلاف یک گل میبره، به گزینه دو رای دادن، 2% گفتن بازی مساوی، 24,000 نفر گفتن مساوی میشه، نصف اونها 12,000 نفر گفتن اندونزی بازی فردا رو. فکر کنم اون یه رو به اول اگه ما بتونیم گلی بزنیم اختلاف دو سه تا چهار تا گل میزنیم. حتی خب اونجا یکم سخته، من هوا شهرجه شما بازی کردی اونجا؟ بله من بازی کردم، ولی اندونزی آقا چیزی واسه گفتن ندارن، اون دوندگیشه و به خاطر هواشه، فوتبالشون در اندازه‌ی تیمای ما نیست. اون موقع بعد از اینکه شما برگشتید به تیم استقلال کلا سر بازوبان یه مقطعی تو استقلال همش دعوا بود دیگه، بعد مجید نامجو میگفت چون شاهرخ اومده نرفته پرسپولیس اومده اون نه، بعد بازوبان نوبتی شد یه همچین حالتی شد، یه سری شیطنت ها بود دیگه. خب اون بازوبان خیلی با ارزش بود واسه یه سری آدم ها، دوست داشتن که، ولی خب اینم بود که من از همه قدیمی تر بودم تو تیم، بعد از آقای مظلومی و آقای سعید مراغچین و آقای اسقر حاجیلو و رضا نرچیگر دیگه قدیمی ترین بازیکن اون تیم مال من بود، یعنی من 15 سالگی تو تیم تاج بودم، یعنی الان بخوام حساب بکنیم یه چیزی حدود 35 ساله، زمان کوچیکی نیست، زمان کمی نیست. در هر صورت یه شیطنتایی بود که مثلا من رفته بودم، خب یه سری‌ها میدونستن به خاطر چی رفتم، خود باشگاه گفته بود. خب به هر حال مجید نامجو مثل گفت اون موقع میگفتن مجید حالا اسم من نبرم خیلی بهتره. خود شاهین هم سر بازی با شاهین اصلا این میگم یه ذره شیطنتا بود دیگه، داداشش گرفته و موقعی هم که گفتن شاهین میگیره انگار که خودم گرفتم، هیچ مشکلی نبود که بعد رضا عادی اومد شد کاپیتان. بله اینا هم جلو من این حرفا رو نمیزدن، پشت پرده بود همش، یعنی نمیدونم تو روی من بگم آقا چرا رفتی اینجا و... ولی میدونستیم که یه ذره شیطنت دارن میکنن یه سری آدم ها. ولی با این حال دیگه شاهینمون بس، انگار که خودم هم بود، بعدم خودم باز دوباره مجددا بستم، یعنی چیزی نبود که یه تیم خیلی خوب هم استقلال داشت، حالا اون سال 69 و 70 هم تیمتون خیلی خوب بود. بله اون که یکی از بهترین تیمای بعد از انقلاب بود، یعنی تکیم جنستون جور بود دیگه، یعنی همه چی داشتیم دیگه، از دروازه‌بان خوب داشتیم، آقای عابدزاده بود، آقای اینا شاهین جلوتر از شما، بله. اینا آقای شاهرخان با همین اینجا بود که شاهین بس دیگه، یه سری مدت شاهین بس، بعد باز زهره بازی استقلال پرسپولیس شد که من باز زهره من زوج فرد بودم آقا، اینجوری بود مثلا نه میگم یه چند بازی اینجوری شد، یه ذره شیطنت شد، بعد دیگه دست خودمانم، من خودم بازوبند رو بستم. آن چرا هم بازی اول شاهین بود بعد آخر این همون بازیه؟ بله نه این بازی پرسپولیس استقلال پرسپولیس که ما قهرمان شدیم. آره. 2-1 که من خودم دیگه کاپیتان شدم، از اون بازی دیگه بعد من باز دوباره کاپیتان تیم استقلال شدم. بله ما یک از داوران خیلی خوب شما محمد صالحی حتما خاطر دارید که بهترین اگه نگیم بهترین بچه محل خودمون هم اصلا خدایش به اقتدار خیلی محمد هم آقای حسین صالحی داداششون که ایشون یکی از خوبان دو تا جفتشون هم تو فوتبال بودن، هم از علاقه‌مندانم. این الان برسه بازی ایران اندونزی، بازی جالب بود، بازی که بهرام شفیع بکنم گزارش کردم سال 63 یاد خاطره گزارششم به خیر، خیلی خوب بردیم، میتونستیم بیشتر بزنیم، اما گل ناصر محمدخانی هم چرا ناصر محمدی جزء استثنائی فوتبال خیلی خوب بود، این اصلا توپ به پا به توپش نمیشه توپ ناصر چنگی آره اینا آره این ناصر خان حجازی خدا رحمتش کنه یادش بخیر. این رخکن تیمتونه. ایشون اومد تو رخکن، الان میاد تو رخکن. آره این تصاویر مال همون موقع ما این کارش نکردیم. آقای قلعه‌نویی دوست صمیمی شما. این آقای علی حاج محمد آقای صادق خان خسرو پارسا شاهینمونه. احدی احدی منصور پوری منصور خان ببینید این چقدر موهاش مشکی مشکی بوده بنده خدا. همش اینا بله اینم مرحوم اجازی. داشتم با ناصر خان صحبت میکردم اینجا این شکور زدم خونم پاش خراب بود، ناصر خان داره صحبت این تصاویر هم حتی به همین شکل دوستان در اختیار ما قرار دادم، محسن
محمدزاده عزیز، ازش تشکر میکنیم. اون با دوربین خودشون میگرفتم اون موقع. بله. این فیلم رو موقع به حال الان دیگه فرق کنه، همه تصاویر هست و دیگه الان کسی الان شاید یادش نباشه شاهرخ بیانی و شاهرخ بیانی ها در اون مقطع چه بازیکنایی بودن. برای همین ما یه مثال پیام کوتاه گذاشتیم، دهه 60 دهه 70 دهه 80. حالا خدایش نه بخاطر تعصب خود خدایش کدوم بهتر بودن؟ یعنی من فکر کنم دهه ما خیلی بهتر بود. بعدش هم که دهه 70 بود که نام خوب بودن، الان هم خوبه بچه‌ها. ببینید تو امکانات ما میگیم، اون موقع امکاناتش ما خیلی ضعیف بود، یعنی پولی نبود، قراردادی نبود، بچه‌ها با دل و جون میامدن بازی میکنن، کفششون هم خودشون. چرا تیم ملی مثلا ما میادیم یه جور کفش آیداس به ما میدادن، باشگاه کفشی نمیداد، یه دست لباس میدن تا آخر فصل. حالا دیگه چی میشد بازی پرسپولیس که مثلا میخواستن یکی از پیراهن نمیدید، پیراهن نمیتونستیم بدیم. یعنی جوری بود که مثلا میرفتیم میخریدیم میامدیم میدادیم، چون فروشگاه ورزشی هم من داشتم یه سری لباس‌ها رو استقلال رو خود بچه‌ها تولید میکردن. حالا ما ببینیم محمد سالی هم، محمد سالی عزیز یه کسالت مختصری داره، خداشکر که الان خیلی وضعیتش بهتر هست. بریم ببینیم وضعیت محمد سالی که من فکر کنم که مقتدرترین داور و بهترین داور تاریخ در واقع ورزش ماست. بریم ببینیم مسابقه های سالی رو. من اخیراً یه کسالت کوچیکی داشتم و الحمدلله با کمک خانمم رفع شد و الانم حالت استراحت دارم و فعلاً هم با فدراسیون همکاری ندارم، ولی اگر رقبم بیان مسئولیت های کوچیکی به هم بدن که خستم نکنن شاید برای سرگرمی برم، در غیر این صورت نه دیگه. بالاخره یه جا میرسی که آدم باید استوب کنه. آخرین بار که برای استقلال پرسپولیس داوری کردید چه سالی بود آقای سالی؟ 67. سال 67 چه سالی بازنشسته شدی؟ همون بازی خداحافظیتون بود. خداحافظیم، بله. بعد از اون دوران، حالا چیزی که من به خاطر دارم، شما دو دوره به عنوان رئیس کمیته داوران فعالیت داشتید، حالا تو دوره آقای ناموز و دوره آقای صفایی فرهانی. چی شد که دیگه همکاریتون قطع شد با فدراسیون و همکاری نکردید؟ مدت رئیس کمیته ورانم هم زیاد نبود چون خیلی محیط آلوده بود. الان نمیدونم چجوریه. اگر مثل گذشته است و فاتحه شخون، اگر داور هست، تحصیل کرده هست، دانشش بالاست، اونا خوبه. ببین همه این آقای سب بلاته یه دونه چیز به من دادن، به هیچ کی تو ایران ندادن تا حالا، نشانی که به هر داوری نمیدن. خیلی راحت اومد داد و ما هم راحت گرفتیم و اومدیم. ولی از همه مهمتر که برای من اثر داشت قضاوت‌هایی بود که ما که تمام میشد بازیکن میمد تشکر میکرد. باخته بودن ها، ولی باخته بودن تشکر میکرد. این برای من خیلی مهم بوده. تو دورانی که حالا بیشتر استراحت میکردید، به خصوص این اواخر که حالا خوردی کسالت داشتید، از اهالی فوتبال، داورهایی که سالا شما فرمودید که شاگردای خودتون بودن و حالا اعضای فدراسیون، کسی حالا شما رو پرسیده که سر زده به شما؟ بله، همه اخیراً آقای تاجو که میشناسید، تاجو کفاشیان و همسال اونا و یه سری این داورهایی که به اصطلاح ما با هم بیشتر آشنا بودیم، مثلا حسین عسکری اینا. بله، میان و به شما سر میزنن. یه بار اومدن همشون. استاد سالی، اگه بخواید حالا توصیه‌ای داشته باشید به داورای جوونی که الان در حال حاضر داوری میکنن و میخوان رو بیارن به داوری، چه توصیه‌ای به این عزیزان دارید؟ اینا باید این کار رو دوست داشته باشن، توجه هم به پولش نکنن، رقم پول براش مطرح نباشه، هر بازی هم نرن. اگر مثلا رفتن یه بازی رو دیدن مثلا خراب کردن، ضعیف سود زدن، خودشون محروم بکنن تا اسمشون سر زبان ها نیفته بنای یه داور خلافکار، غلط و ضعیف. اگر این راه رو پیش بگیرن به عقیده من آینده داورشون خوبه و بشینن دا بازی های داور بزرگ رو نگاه بکنن و بعضی وقتا برن سوال بکنن از همون داور بزرگ که این صحنه رو شما چجوری قضاوت کردی؟ اینجا چرا خطا گرفتی؟ اگر این راه رو برن، عقیده من میتونن در آینده نزدیک داور خوبی بشن. باید قضاوت بکنه و حق و حقدار بده و نترسه. از نظر آمادگی بدن باید خودت بسازی
جایگیری باید خیلی خوب باشه تا حد